جنگ تاریخی در پنجشیر در حال وقوع است. رهبر شاخه داعش در صحرای بزرگ آفریقا کشته شد. سردار ولی من خاطرات شش جلدی زایرشاه را سوختاندم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، بازم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چنل کابلو آیز. امید که تا آخرین خبر با ما همراه بوده و چنل ما را سابسکرایب نمایید تا از خبرهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. بی بی سی نیوز فارسی در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه می گوید نیروهای این کشور. عدنان ابو ولید صحراوی رهبر شاخه داعش در صحرای بزرگ آفریقا را کشته است. آقای مکرون این را موفقیت چشمگیر دیگر در مبارزه با تروریسم در ساحل خوانده است. ساحل منطقه است که در کرنه صحرای بزرگ آفریقا شامل از بخش های سنگال، موریتانی، مالی، چاد، کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی، اریتریه، اتیوپی، سودان و سودان جنوبی می شود. نظامیان فرانسوی نزدیک به عقده است که با مشارکت متحدانشان در این منطقه علیه گروه های اسلامگرایی افراطی می جنگند. از سوی هم رزاق ممون در صفحه فیسبوک خود می نویسد. سردار ولی من خاطرات شش جلدی زایرشاه را سوختاندم. اشاره این یادداشت برگردان پاره از یادداشت مرحوم نبی مصداق نویسنده و روزنامه نگار معروف است که نمایش کوتاهی از سریال خیانت هیئت حکومت در افغانستان به شمار می رود. از خواندن این یادداشت تاریخی تا ژرفای وجودم احساس دلگیری و تأسف کردم. رزاق ممون زایرشاه که با ورود امریکاییان به کابل به هدف رهبری اداره موقت از ایتالیا به کابل برده شد، سایر اعضای دودمان شاهی از کشورهای دیگر نیز روانه کابل شدند. در آنجا بعد از وفات عزیز نعیم و خود پادشاه، میدان به سردار ولی خان خالی شد و او به همراه یک شاهزاده بیخرد در کابل کتاب خاطرات شجولی زایرشاه را در آتش افکند و جنرال ولی به کسی گفته بود ما ورقهای کتاب را با شمشیر شور میدیم که خوب بسوزه. باید اضافه کنم که عزیز نعیم هم کتابی نوشته است که امانت حفظ شده و چند سال بعد انتشار می‌یابد. باری و یا همسرش بانو مریم جان دختر بزرگ علی حضرت در منزل ما در شهر برایتون مهمان بود. من درباره کتاب از ایشان معلومات طلبیدم که تحلیل فشرده از تاریخ یک سال اخیر افغانستان است که در زندگی امیدوارم موفق به خوانش آن شوم. بعد از واپسین مصاحبه هم در روم که علی حضرت در محضر دو پسر اموها جنرال ولی و سلطان جان و دیگر اعضای جوان خانواده که آنجا نشسته بودند، من از پادشاهی پرسیدم که شنیدم شما کتاب خاطرات خیش را می نویسید نوشته اید و گفت آره، مگر می خواهم که بسوزانمش؟ چرا که مصیبت های دیگر سر بالا می کند. من فلبداهه بهشان گفتم نه، باید این تر نشود. شما از جمع پادشاهان افغانستان مدت زیادی حکومت کردید. هیچ کسی در افغانستان 40 سال در سلطنت نبوده است و ملت حق دارد که از زبان شما بداند که در حکومت چی دشواری ها و چی دستاوردهای داشته اید. برای ما صرفاً از امیر عبدالرحمن خاطرات برجا مانده که برای مردم و اهل فهم ارزشناک است. اگر شما نمی خواهید خاطرات خود را انتشار دهید، می توانید آن را در یک بانک یا اراده قانوندانان حفاظت کنید که پس از 15 یا 20 سال بعد به چاپ برسد. به شمول شخص سردار ولی، همه هزار که در خانه رئیس دفتر پادشاه در لاس آنجلس گرد آمده بودند، با این سخن من موافقت کردند. کراس می گوید بهترین تصمیم است. این جنرال ولی مزدر بسیار از آفات و مسئول بسا به اتفاقها
در ددمان شاهی بود و سرانجام بدنامی ابدی را به خود ثبت کرد و ملت افغان را از خاطرات بسیار مهم و ماندگار ظاهرشاه محروم کرد. من نمیدانم که چرا بلقیس جان دختر بزرگ علی حضرت که همسر سردار ولی بود و میرویس پسر آخری پادشاه نتوانستند کتاب خاطرات پدرشان را در یک مکان مسئول نگه داشته تا به چاپ برسد. طبق یک خبر دیگر، آماج نیوز در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد ملا عبدالغنی برادر شایعات درباره مرگش و وجود اختلافات میان رهبری این گروه را رد کرد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر با بخش یک نوار تصویری می گوید که این ویدیو مصاحبه تازه ملا عبدالغنی برادر معاون نخست رئیس الوزراء این گروه است. ملا عبدالغنی برادر در این مصاحبه یک بار دیگر شایعاتی درباره مرگش را رد کرد. او همچنان وجود اختلافات داخلی میان رهبران طالبان را رد کرد و گفت ما در بین خود بسیار شفقت و درام داریم، چنان که حتی در بین یک فامیل چنین نیست. او افزوده که طالبان برای اقتدار و منصب قربانی ندادند، بلکه برای خاتمه اشغال تکالیف و قربانی دادند. و در آخرین خبر، رزاق محمود در گزارشنامه افغانستان می نویسد جنگ تاریخی در پنجشیر در حال وقوع است. قشون مقاومت ملی در بمباران شبانه ارتش پاکستان و تعرض واحدهای زمینی و داخل دره پنجشیر در فضای خاصی قرار گرفت و انتظام دوباره به سرعت در دست انجام است. انگیزه قوت ها قوی و پخته است و نظر می رسد که نخست باید سکنه غیر نظامی از بسترهای اساسی خارج شود تا محیط به طور کامل نظامی شود. این تجربه در گذشته نتیجه بسیار ثمر بخش داده بود. نیروهای مختلط اردوی پاکستان از ایران پنجشیری طالبان چند ملیتی تجربه جنگ و سیر شدن ناگهانی را در پنجشیر ندیدند. فقط گاهی شنیدند و باورشان نمی آید که قرار است چه اتفاقی بیفتد. دلیلش این است که اولین بار است که طالب و اردوی پاکستان با نیروهای مقاومت ملی مستقیم در جنگند. اکثریت قاطع قوای متجاوز در چند نقطه غیر منتظره و در اوج ظاهر آرام پنجشیر به اسارت در خواهد آمد و کشتار سخت روی خواهد داد. نمیدانم که سائقه چه وقت فرود می آید، قبل از زمستان یا در جریان زمستان. با تشکر از این که تا آخرین خبر با ما همراه بودید، جهت حمایت کانال یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از خبرهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. تا ویدیوهای دیگر، الله یار و مددگارتان. اوقات خوش داشته باشید.